بینندگان و شنوندگان عزیز به دومین بسته خبری امروز از کانال مردمی آوای ایران خوش آمدید. در این ساعت با عناوین خبری بسیار مهمی در خدمت شما هستیم. فریادهای شجاعانه شهروند معترض بر سر وزیر بیلیاقت موج جدید اعتراضات در راه است. اختلاف و چند دستگی در میان مقامات رژیم. آخوندی که نماد توحش فکران شد. پیش از ادامه برنامه از شما عزیزان و همراهان همیشگی میخواهیم که همین الان این ویدیو رو لایک کنید و در آخر برنامه نظرات خودتون رو برای ما کامنت کنید. فریادهای شجاعانه شهروند معترز بر سر وزیر بیلیاقت موج جدید اعتراضات در راه است. صبح امروز و در حین سخنرانی استاندار خوزستان و مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که به صورت زنده در سیمای خوزستان در حال پخش بود یک جوان شجاع با برهم زدن این سخنرانی صحبتهای تندی بر علیه سیاستهای دولت و شخص وزیر بیان کرد این جوان خوزستانی به وعدههای مدیران استان و کشور در خصوص نهزت مسکن و عدم تحویل واحد مسکونی مربوطه علیرغم گذشت نزدیک به چهار سال پیاپی معترض بود که چهار سال داری کار میکنی من همون نفری که از چهار سال پیش تا الان هنوز مسکر رو نگرفتم میخوای به اینا قول چی بدی مگه نه همرو همه رو که چهار سال که برشون مسکر مسکن بذاری؟ من چهار سال پیش چهار سال پیش که سفتنام کردم قرار بود به من بدی چی شد الان جواب من چیه چی برای من الان میخواد خونه این مدیر مدیر مسکن اینجا هم با کنم؟ من کم وقتی توی مدیر مسکن رفتم، پیش هر هم پیش خود شما آمدیم شما کدوم تو به من جواب دادی که الان میخواد اومده این وزیر رو بردید، من الان میخواد وزیر جواب من بده شما جواب... تو بخواد بشین، این جواب تکنولیتش جواب کنه بیشتر واقعا، این در همین رابطه یک جامعه شناس حکومتی در روزهای گذشته با انتشار مطلبی در کانال تلگرامی خود به مسئولان رد بالای نظام هشدار داده که با ادامه وضعیت کنونی جامعه بار دیگر بر علیه دستگاه حاکم تقیان خواهد کرد. این روزها درگیری در هیئت دولت و فشار نهادهای کارگری بر کابینه رئیسی جهت افزایش حقوق کارگران به حد بی رسیده. نهادهای کارگری هشدار دادند که در صورت تصویب نشدن افزایش حقوق مورد توافق کارگران در سال جدید موجی از اعتصابات بیسابقه کمر نظام را خورد خواهد کرد. عید علی کریمی دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین و فعال کارگری از اقدام یک جانبه وزیر کار برای اخراج علی خدایی از جلسات شورای عالی کار انتقاد کرد و گفت شورای عالی کار یک گروه سه است و وزیر کار نمیتواند به صورت یک سویه نماینده کارگران را از این شورا کنار بگذارد. اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، باید اعضا به صورت سه جانبه این تصمیم را بگیرند. کریمی گفت نه قانون و نه عرف این اجازه را به وزیر کار نمی دهد که با یک رأی خود نماینده کارگران را کنار بگذارد و بر کارگران تسلط داشته باشد. اقدام ایشان فلسفه شورای عالی کار را زیر سوال برده است. هرچند فلسفه وجودی این شورا خیلی وقت است که به دلیل تمایل گروه دولتی به تسلط بر گروه کارگری و همچنین همسویی منافع دو گروه دولتی و کارفرمایی زیر سوال رفته است. این فعال کارگری افزود از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار می خواهیم حمایت خود را قاطعانه از آقای خدایی اعلام کنند و به هیچ وجه زیر بار دستمزد 20 تا 25 درصدی نروند. آقای منظور به تازگی اعلام کردند که در تعیین دستمزد کارگران باید به تورم انتظاری توجه کرد این جملات و اظهاراتی که دائم از سوی گروه دولتی در رابطه با عدالت مزدی میشنویم نشان میدهد که دولت همچنان در محدوده 20 درصد سال گذشته بر مذاکرات مزدی تاکید دارد و از نمایندگان کارگری میخواهیم در صورت تاکید گروه دولتی و کارفرمایی بر مذاکره بر سر این اعداد و ارقام جلسات را ترک کنند و مصوبه‌ای که حول این ارقام تصویب شود را امضا نکنند وی بیان کرد نمایندگان کارگری نرخ سبد معیشت را بالای 25 میلیون تومان میدانند اما اگر به همان روال سال گذشته قرار باشد مذاکره شود دولت به هیچ وجه زیر بار چنین رقمی نمیرود این در حالی است که اگر بخواهیم واقع بینانه ببینیم نرخ سبد با هزینه های آموزش و درمان و مسکن و با توجه به افزایش تورم خوراکی ها باید بسیار بیشتر از این اعداد باشد دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت بعد از گذشت نیمی از اسفند ماه مذاکرات بر سر نرخ سبد معیشت و حقوق سال 1403 تازه آغاز شده است در حالی که در مورد موضوعی به این مهمی باید به صورت جدیتر و بدون پرداختن به هواشی چون مزد منطقه ای ورود میشد کریمی بیان کرد دولت قرار بود تورم را کنترل کند و به این بهانه دستمزد سال جاری را 27 درصد تعیین کرد نمایندگان کارگری باید حواسشان باشد که امسال دیگر زیر بار چنین وعدههایی نروند تبیر اجرایی خانه کارگر قزوین بیان کرد مزد کارگران اگر به روال گذشته سرکوب شود قید کار تولیدی زده شده و تولید تعطیل می شود دیگر کارگری حاضر نمی شود با حقوقی که خرج نیازهای اساسی او را نمی دهد کار کند در همین بین اعتراضات معیشتی اصناف و گروه های مختلف در ایران دوشنبه 21 اسفند با تجمع بازنشستگان مخابرات دستکم در ده استان اعتراض سوختبران در سراوان و تجمع بیماران ام در تهران ادامه یافت. بر اساس گزارش های منتشر شده در رسانه های اجتماعی شماری از بازنشستگان شرکت مخابرات روز دوشنبه در چند استان از جمله تهران، اردبیل، کرمانشاه، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی، گیلان، اصفهان، هرمزگان و استان مرکزی تجمع برگزار کردند. این پنجاب و پنجمین تجمع پیاپی بازنشستگان مخابرات است که به طور هفتگی در روزهای دوشنبه در شهرهای مختلف ایران برگزار می شود. همچنین گروهی از پرستاران و کارکنان کادر درمان در شیراز در مقابل استانداری فارس تجمع کردند و شعار دادند ما که نماد صبریم صبرمون سر رسیده تداوم اعتراضات معیشتی در ایران در حالی است که یک رسانه اقتصادی با بررسی داده های رسمی مرکز دولتی آمار گزارش داده که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم جمهوری اسلامی تا کنون یعنی در سه سال گذشته قیمت کالاهای اساسی بین 125 تا 290 درصد رشد داشته است بر اساس کانون شوراهای اسلامی کار تهران سبد معیشت برای یک خانواده کارگری چهار نفره 32 میلیون و 850 میلیون تومان برآورد شده است اختلاف و چند دستگی در میان مقامات رژیم آخوندی که نماد توحش همفکرانش شد در حالی که دستیار رئیس جمهور ایران عکسبرداری جنجالی یک روحانی در قوم از یک زن که روسری از سرش افتاده بود را مورد انتقاد قرار داده مشاور وزیر ارشاد جمهوری اسلامی از این اقدام حمایت کرد در روزهای اخیر یک آخوند در یک مرکز درمانی قوم در مورد هجاب اجباری با یک زن درگیر شد که در نهایت زن به دخالت او به شدت اعتراض کرد زن مترس پس دچار حمله عصبی شد و فرد روحانی نیز از صحنه گریخت سکینه سادات پاد دستیار ابراهیم رئیسی به خبرنگاران گفته است این روحانی اگر میخواهد امر به معروف کند چرا عکس میگیرد حتما باید شرایط مادر را درک کرد او همچنین اعتراض زن به آخوند یاد شده را مورد انتقاد قرار داده و گفته است بسیار بد است که دو طرف با هم با خشونت حرف میزدند بر منطق و مبنا می خواهیم با یکدیگر حرف بزنیم بر مبنای اقلانی، شرعی، اخلاقی و حقوقی باید طرفین را ببینیم و نباید به یک طرف قش کنیم. طرفین با یکدیگر مواجه نازیبایی داشتند. حتما شرایط آن مادر را ما خانم بیشتر درک می و یک مقداری شاید مواجهه و پرخاشگری ایشان توجیه داشته باشد. در این میان میسم نیلی مشاور وزیر ارشاد با انتشار پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق آخوند فیلمبردار از زن را صبور و زن معترض را متوهم و حتاک خوانده و گفته است اگر آن طلبه عکس هم گرفته بود خطا نکرده بود او در ادامه مدعی شد بخشی از برخورد قضایی با جرائم عمومی مبتنی بر تشخیص تصویر مجرمان است عکس گرفتن از کسی که در ملع عام کاری بر خلاف شرع و قانون و عرف انجام می دهد خودش عرف روزگار رسانه است این ادعا در حالی اظهار می شود که دادستان عمومی و انقلاب قوم دستور شناسایی عناصری که تصویر درگیری لفظی آخوند و زن یاد شده در قم را به رسانه ها منتقل کردند صادر کرده است. پیشتر نیز بارها منتشر کنندگان تصاویر خشونت افراد مذهبی، رسمی و انتظامی علیه شهروندان با پیگرد قضایی مواجه شدند. ویدیویی که روز شنبه در شبکه های اجتماعی منتشر شد، نشان میداد یک آخوند در یک مرکز درمانی از یک زن که بدون حجاب اجباری کودکی را در آغوش گرفته فیلمبرداری می‌کند. زن از آخون می خواهد فیلمی را که بدون اجازه گرفته پاک کند اما با وجود مداخله چند نفر دیگر این روحانی حاضر به حذف تصاویر نمی شود و به زن می گوید باید روسریش را سر کند در نهایت زن مترز دچار حمله عصبی می شود و آن آخوند نیز از صحنه می زد. این زن پیشتر در شبکه های اجتماعی به مادر قومی معروف شده بود اما گزارش های جدید می گوید او خاله نوزادی بوده که در آغوش گرفته بود پیشتر دو حساب هوادار حکومت در شبکه های داخلی نوشته بودند که زن معترض به همراه مدیر مطب و کارکنان درمانگاه توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و این مرکز درمانی نیز پلم شده است اما مقامات دولتی و غذایی میگویند کسی در این رابطه بازداشت نشده است در واکنش به این برخورد فرد روحانی در قوم با زنی که نوزادی در بغل داشت آیت الله اسخر نازمزاده استاد حوزه علمیه در سایت خود بیانیه‌ای صادر کرده و نوشت که فرار کردن آن شخص با عبا و امامه به وچه روحانیت ضربه زد است. اسخر نازمزاده قومی از مدرسان ارشد درس خارج فقه در حوزه علمیه قوم در این بیانیه نوشت بر فرض به اشتباه عکس را گرفتید لازم بود وقتی آن خانم از شما خواست عکس را پاک کنید فورا عکس را پاک می کردید و به او فقط تذکر می دادید و به مسئله پایان می دادید. تا مجبور نمی شدید با گذاشتن عبا و امامه فرار کنید و باعث وحن لباس روحانیت شوید. آقای نازمزاده در ادامه نوشته است این آقای روحانی اگر مجوزی برای عکس برداری از زنان بیهجاب دارد حق ندارد مأموریت را با امامه عملی کند و اگر مأمور نبوده حق نداشت از زن نامحرم ولو بیهجاب عکس بگیرد چون ضمن اینکه این کار ممنوع و جرم است اتهام آور هم هست اسخر نازمزاده قومی پیش از این در فروردین ماه امسال نیز در بیانیه ای هر گونه برخورد و محروم کردن زنان بیهجاب از خدمات عمومی را غیر شرعی خانده بود. همراهان عزیز به پایان این بسته خبری از کانال آوای ایران رسیدیم. یادتون باشه که لایک شما و همینطور پیام ها و کامنت های شما میتونه در این مسیر سخت همیشه به ما کمک کنه. پاینده ایران و ایرانی